سوال شماره 60 در شکل زیر آبی مساوی 10 و دی ای مساوی 6 اضلاع دو مربع هستن، فاصله مرکز تقارن دو مربع از یکدیگر برابر با کدام گزینه است؟ این سوالم خیلی رایجه، خیلی رایجه، قشنگ گوش کن ببین چجوری، اونقدر سخت نیست. فاصله مرکز تقارن دو تا مربع رو میخواد، یعنی مرکز تقارنش رو تو ذهنت داشته باش. فاصلهش خط مستقیم نیست، خط اوریبه. اتفاقی که میفته اینه، تو یه مثلث میتونی اینجا تشکیل بدی برای خودت، خب که اعدادش هم برات خیلی غریب نیست. نگاه کن، وقتی میخوای عددش رو به دست بیاری، اینجا گفته ضلع مربع بزرگی 10، ضلع مربع کوچیک 6. پس وقتی که نصف شد، وقتی مرکز تقارن میگه یعنی نصف شده دیگه، ضلعت نصف شده، اینجا برابر 3، اینورم توی این مربع نصف 10 میشه 5. پس یه ضلع مثلثت، من اینجا مثلث رو بزرگتر بکشم، یه ضلع مثلثت اینجا 5 و 3 میشه چقدر؟ 8. میای ضلع دیگه مثلثت رو ببینیم، از بالا تا پایین میشه نصف مربع یعنی 5، از اینجا تا پایین میشه نصف مربع کوچیکه یعنی چند؟ 3. یه 3 داری، یه 5 داری که اینجا باید اختلافش رو به دست بیاری، 5 منه 3 میشه چقدر؟ میشه 2. در واقع یه ضلع 2، یه ضلع 8. کجا رو میخواد؟ وترت رو میخواد که اینجا برابر با x در نظر بگیر. میگی 2 به توان 2 به اضافه 8 به توان 2 مساوی میشه با x به توان 2، یعنی 4 به اضافه 64 مساوی x به توان 2، یعنی x به توان 2ت برابر میشه با چی؟ برابر میشه با 64 به اضافه 4 میشه 68. من اینو درست بکنم اشتباه نگیرید، x به توان 2 میشه، x به توان 2ت میشه برابر با 68 و اتفاقی که میفته xت برابر میشه با رادیکال 68. x شما شده رادیکال 68، اما تو گزینه ها نمیبینی. قشنگ دقت کن، این نکته بیشتر به درد سال نهمی ها میخوره، ولی به شما هم بگم رادیکالت میتونی رادیکالتو بشکنی تو ذهنت به دو تا عددی که دوست داری، به هر دو تا عددی که دوست داری، به شرط آن که دو تا عدد ضربشون مثلا اینجا میشه 68. خب مثلا 2 34 تا میشه 68 تا، خب یعنی رادیکال 2 ضرب در رادیکال 34. اما به درد من نمیخوره، من میشکنم به دو تا عددی که بتونم یک کدومشو ازش جذر بگیرم، یعنی عدد مربع کامل باشه. مثلا چی؟ مثلا رادیکال 68 اینطوری میشه، میشه به جای 68 میتونم بنویسم 17 ضرب در 4. چرا 17 ضرب در 4؟ چون میشکنمش، رادیکال 17 میمونه، 17 گیر میکنه زیر رادیکال، ولی 4 رادیکالش میشه چی؟ میشه 2. بنابراین میشه 2 رادیکال 17. یعنی چی؟ یعنی اینجا گزینه‌ات به دست میاد، گزینه شماره 4.